سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. آنا امروز به اینجا با ما هست. سلام آنا، هلبای هم هست. آنا سلام. سلام دوستان، من خیلی خیلی خوشحالم که به اینجا دوباره رسیدم، چون الان من دانشجوام و به این دلیل گاهی میرسم و گاهی نه، و وقتی نمیرسم خیلی خیلی دلم برای شما تنگ شده بود. بچه کسی که نمیدونین، آنا از اسرائیل داره با ما صحبت میکنه. آنا یه اسرائیلی هست که الان یه ساله فارسی داره یه ساله درسته که فارسی یاد گرفتی؟ مرحله خیلی بالا فکر کنم که دو ساله، ولی این فقط یک سال است که در دانشگاه یاد تحصیل میکنم. بذار بریم ببینیم این اولین ویدیو رو گذاشت، ببینیم چی هست. جناب خلیفه دوم عمر ابن الخطاب یه آرزویی کرده که این در حدیث اومده. تو حدیث اینو گفته، گفته آرزو داشتم، آرزو دارم، ای کاش گوسفندی بودم. خانواده من منو پربار و چاق می کردن، عزیزانم می اومدن مهمانی و گوشت منی که گوسفند بودم رو کباب می کردن، آبگوش می کردن و اون عزیزان میل می کردن و به صورت مدفوعی از بدن اونها خارج می شدم. آرزوی مدفوع بودن. عمر آرزوی مدفوع بودن داشت. هلبای، تو روایت های شیعه رو بلدی؟ آیا ما حدیثی سیره‌ای داریم که عمر فتیش مدفوع شدن داشته؟ حدیث شیعه هر چی راجع به عمر بگی باور کردنیه، چون اینا هر چی که بتونن به عمر میبندن. این فتیش عمر بود، این چیه؟ این کینک فتیشه چی هست؟ این توهینه به عمره که میخواستن بگن آقا مثلا عمر انقدر پسته، عمر انقدر فلانه. این احتمالا از احادیث شیعه است، اینا رو هم برای توهین به عمر درست کردن. خب این کینگ شیمینگه، این کار بدی داره میکنه. اگه عمر واقعا یه همچین کینکی داشته، شما نباید شرم. این ما تو این دور زمونه همه کینگ ها و همه فتیش ها رو الان نمیگیم خوبه، ولی اینکه شما یه میلی دارید خب باید داشته باشی برای خودت. چرا بگه فانتزیات هر چی هست، برو خودتو با اون فکر کن، ارضا بکن. البته تو وقتی که مثلا از فیزیکی و اینا برات هزینه نداشته باشه، برو بهش فکر کن. من نمیدونم حالا عمر واقعا همچی کینکی داشته. سندش چیه؟ داره سند مثلا میگه روایت و شما حدیث و ایناشو میگه که همچین چیزی داشته؟ من ندیده بودم. بچه‌ها یه چیز جالب تو چت نوشته، میگه همچین کسی که انقدر پست بود و انقدر داغون بوده و همچین فتیشایی هم داشته، علی چرا دخترشو داد بهش؟ آقا انقدر داغون نگین، کینکای آدما رو نگید، چیز شرم نیارید به کسایی که کینک از نظر اینا دارم میگم، از نظر اینها دارم میگم. ما اصلا همچین کینکی داریم؟ ها بگو انجا. گفتم که به نظرم این حدیث فقط برای مسخره کردن با عمر ابن الخطاب است، چون عمر کسی خیلی بد در اسلام شیعه است، چون فاطمه رو کشت و خلافت از علی گرفت و فقط برای مسخره کردن روی عمر حدیث‌های زیاد دارن. البته این حدیث نیست، اینو من نمیدونم کسی تا حالا اینو شنیده. یعنی اینا با خودشون، این گناه نیست میاد یه چیزی رو همینجوری میگه؟ یعنی این دروغ اینا از شیعه؟ هل بای بر من توضیح بده این تقیه از شیعه. همینو میخوام بگم، من خیلی شنیدم راجع به عمر، ولی همچین چیزی تا الان نشیدم. این آقا منبع نگفت که کجا همچین چیزی هست. این از اوناست که مثلا پا منبر روضه امام حسین و مثلا تو مارمزون پا منبر آخوندا میری، هرچی از دستشون میاد از اون طیفه. همینو اگه مثلا بخوای بگی، حالا بغیر از اون قسمت آخرش که گفت میخوام مدفوع بشم، اون قسمتش که گفت من دوست دارم خورده بشم، گوشت بشم، مثلا فامیل بیان بخورن، اگه همینو راجع به علی گفته بودن، الان هزار تا من میتونستم چیزای خوب از توش در بیارم. که علی انقدر این دنیا براش بیارزش بوده، انقدر خانواده و فامیل و دوست داشته که حاضر بوده برای یک لذت اونها از همه چی خودش بگذره و بخواد به اونها مثلا آرامش و لذت دنیا رو بده. ببین بخوای اینا رو به چرخونیش قشنگ میشه چرخوندش. آها، یعنی انقدر خودش راست میگه. از عمر هم میشه اینجوری دفاع کرد؟ عمر داره به این نمیاد بگه که من میل به مدفوع بودن نداشته. داره میگه من ناچیزیم، بدن ناچیزی دارم، چیز ناقابلی دارم، از این چرت و پرتا. خب و من بی ارزشم، اگه ارزشی هم دارم برای خدمت به بقیه است.
آره ببین این درست نفهمیده این نخونده. عمر نمیومده که میل به مدفوع بودن نداشته، داشته خودش رو میزده، داشته خودزنی میکرده که بیاد بگه من چیزی نیستم، یعنی من انقدر در حد مدفوع بیارزش هستم و هر ارزشی اگه دارم در جهت خدمت به بقیه است. این دقیقا راست میگه، چقدر قشنگش کردی هل بای، دمت گرم، آفرین آفرین، دمت این قشنگ گرم. معلوم شد من یه اون با آخونده بزرگ شدم و راه مادشت خوب بردم. دمت گرم، عالی بود، چه چرخش 180 درجه ای شد. آفرین آفرین.